فکر میکنم ما وارد دوره شدیم که محاسبات غلط هم در عراق و هم در جاهای دیگر سبب یک سری رویدادها به خاطر این سالگرد بشه. ما برای پاسخ به اون محاسبه غلط آماده ایم تا اگر لازم باشه از خودمون دفاع کنیم. تغییر بازی در عراق، ائتلاف به رهبری آمریکا برای مقابله با شبه نظامیان نزدیک به ایران با دولت مصطفی کاظمی همکاری می‌کند. با یک مشاور پیشین رئیس جمهوری عراق و یک استاد علوم سیاسی در تهران صحبت می‌کنیم. همچنین در برنامه امشب، البته توافق ما با سلیمانی بیش از این مبلغ بود، اما ما 9 نفر بودیم و نمی‌توانستیم بیش از 40 کیلو را با خود حمل کنیم. 20 میلیون دلار. خاطره عضو ارشد حماس از کمک چمدانی قاسم سلیمانی در زمان دولت احمدی نژاد. محمود زهار میگوید 22 میلیون دلار پول نقد در فرودگاه تهران تحویل گرفت. میان به ترکیه و نسبت به خرید خونه اقدام میکنند. نبود آزادی‌های اجتماعی و سیاسی یا سودای امنیت اقتصادی، انگیزه مهاجرت روزافزون ایرانیان چیست؟ و مازوت، سوختی که بوی مرگ می‌دهد. آلودگی هوای ایران چقدر ناشی از این ماده سمی است؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام به شما، شبتون بخیر. در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، تنش‌ها در عراق بالا گرفته. پایگاه‌های نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا تدابیر امنیتیشان را افزایش دادند. این ائتلاف به بی بی سی فارسی گفته که با جمع‌آوری اطلاعات امنیتی به دولت عراق کمک می‌کند تا بتواند عاملان حمله‌های راکتی به پایگاه‌ها و سفارت آمریکا را تحت پیگرد قرار دهد. مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق گفته دولتش آماده رویارویی قاطع با گروه‌های شبه نظامی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم اخیراً هشدار داد که حتی اگر یک آمریکایی کشته شود، او ایران را مسئول می‌داند. از طرف دیگر، ایران بی‌صبرانه منتظر پایان دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ است. خیلی‌ها نگرانند که پیش از روی کار آمدن جو بایدن در کاخ سفید، یک اشتباه محاسباتی جرقه جنگ را بزند. اما آیا هستند افراد یا گروه هایی که از افزایش تنش در عراق سود ببرند؟ آیا این گروه ها چقدر تحت امر ایران هستند و آیا ممکن است که دست به عملیات خودسرانه بزنند؟ به این سوالات میپردازیم. اول گزارشی ببینیم از خبرنگارمان نفیسه کوهنورد که به دو پایگاه نیروهای آمریکایی در عین الاسد و بغداد سفر کرده. شعله هایی که کارشان گمراه کردن موشک هاست. در این پرواز خطری هلیکوپتر ما را تهدید نمی کرد. این تنها بخشی از اقدامات دفاعی معمول نیروهای آمریکایی به رهبری آمریکاست. نشانی از آماده باش دائم بر فراز عراق. بعد از 45 دقیقه پرواز از بغداد به بزرگترین پایگاه آمریکا در عراق می رسیم. عین الاسد در استان انبار. دفعه قبل که اینجا بودم درست بعد از حمله موشکی ایران به اینجا بود. حالا بعد از تقریبا یک سال اومدم ببینم که چه چیزایی تغییر کرده. این فیلم را سال پیش یک سرباز آمریکایی گرفته بود. از لحظه برخورد موشک‌های بالستیک ایران به پایگاه. حمله ای در تلافی ترور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، که تلفات جانی اینجا نداشت، اما به نقاط کلیدی پایگاه خسارت جدی زده بود. حالا از آسیبی که موشک‌ها به بار آورده بودند، اثر چندانی نمانده، جز این گودال که به مرور با خاک پر شده و چند آهنپاره در گوشه و کنار پایگاه. نیروهای ائتلاف و به ویژه نیروی هوایی آمریکا هم که فعالیت خود را برای مدتی متوقف کرده بودند، همه را از سر گرفتند. بعد از حمله تعمیراتی باید انجام میدادیم. قبل از اینکه بتونیم عملیات هوایی معمولمون رو شروع کنیم، بخشی از محیط فرودگاه و باند پرواز باید تعمیر می‌شدن. چقدر طول کشید؟
تقریبا فقط چند هفته، چون در صورت نیاز ما توانایی تعمیر فوری رو داریم. در این مدت تمهیدات امنیتی پایگاه را به طرز محسوسی تقویت کردند. چندین هزار از این دیوارهای بتونی غول‌پیکر دور تمام ساختمان‌ها و مراکز حساس چیده شده. دیوارهای مقاوم در برابر انفجارهای قوی که بسیار بیشتر از پارسال به چشم می‌خورند. این پایگاه سال پیش امکان مقابله با حملات موشکی را نداشت. بعد از حمله ایران اما سامانه‌های ضد موشک پاتریوت آمریکا اینجا مستقر شدند. دور از دید دوربین ها، اما به گفته ائتلاف در حال آماده باش. آیا انتظار حمله دیگه ای رو دارید؟ ما همیشه آماده هستیم، هرچند در حال حاضر انتظار حمله خاصی رو نداریم، اما در صورتی که چنین چیزی رخ بده آماده ایم و حق دفاع از خود رو برای خودمون محفوظ میدونیم. این سیستم دفاعیتون برای حمله هم میتونه به کار بره؟ اینا اینجان برای دفاع از خودمون و حفظ امنیته. عین الاسد بعد از آن حمله سال آرام و بی حادثه‌ای رو گذرانده. اما منطقه سبز بغداد که سفارت آمریکا و پایگاه مرکزی ائتلاف در آن قرار دارد، در این یک سال بارها هدف حملات راکتی بوده. این شلیک سامانه دفاعی سفارت آمریکا در بغداد که در یک ماه و نیم اخیر دو بار اینطور فعال شده، در پاسخ به راکت هایی که به سمتش نشانه رفته بودند. این حملات در حالی رخ داد که گروه های نزدیک به ایران و در رأس آنها کتایب حزب الله آتش بسی یک جانبه برای متوقف کردن حملات راکتی علیه آمریکایی ها اعلام کرده بودند. هم ایران و هم کتایب حزب الله نقش داشتند در این حمله ها را تکذیب کردند. همه این تحولات اما اینجا در پایگاه مرکزی ائتلاف در بغداد زیر ذره‌بین قرار گرفته. آماده باش برای حمله احتمالی در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی. فکر میکنم ما وارد دوره شدیم که محاسبات غلط هم در عراق و هم در جاهای دیگر سبب یک سری رویدادها به خاطر این سالگرد بشه. ما برای پاسخ به اون محاسبه غلط آماده ایم تا اگر لازم باشه از خودمون دفاع کنیم. گزارش هایی بود از این که ایران در پس آتش بس یک جانبه اخیر بوده، اما باز حمله شد. اینو چطور میبینین؟ این نشون میده که گروه‌هایی هستند که صرفاً در جهت منافع خودشون قدم برمی‌دارن و تصور می‌کنن که این به نفع کشور یا به نفع عراقه. این همچنین نشونه شروع شکاف بین گروه‌های شبه نظامی و رقابت بین اونهاست. هر کدوم از رقبا هم دارن منافع خودشون رو در نظر می‌گیرن. چه کنترل و نفوذی روشون باشه یا نه، احتمال داره حین این رقابت‌ها هر کدوم از این گروه‌ها دچار سوء محاسبه بشن. من امیدوارم اونها درایت به خرج بدن و دست به حمله ای نزنن، چون ما میتونیم از خودمون دفاع کنیم و چیزی که اتفاق میفته به نفع مردم عراقی که این گروه ها ادعای خدمت بهشون رو دارن نخواهد بود. ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا برای پشتیبانی از نیروهای عراقی در جنگ با داعش تشکیل شده بود، اما در سایه حملات راکتی همکاری ائتلاف با دولت عراق وارد مرحله تازه‌ای شده. همه حملات همیشه با دو نوع راکت 122 یا 107 میلیمتری انجام میشه و حمله کننده ها همیشه میزان قابل توجهی مدرک از خودشون به جا میذارن که ما ردش رو میگیریم. در حال حاضر ما اطلاعات لازم رو در اختیار دولت عراق قرار میدیم تا دولت بتونه این شبه نظامی ها رو تحت پیگرد قرار بده و به دست قانون بسپاره. شب‌های بغداد رفته رفته ملتهب‌تر می‌شود و پیش‌بینی درباره اینکه ایران و گروه‌های تحت حمایتش چه در سر دارند سخت‌تر. نخست وزیر عراق به شبه نظامیان هشدار داده که آماده رویارویی جدی با آنهاست. پیامی که به نظر مخاطب اصلیش تهران است. تهدید آمریکا اما روشن بوده. اگر به منافعش در عراق حمله شود، آن را از چشم ایران خواهد دید. نفیسه کوهنورد، بی بی سی، عراق. فرهاد علایالدین رئیس شورای مشورتی عراق از لندن با ماست. آقای علایالدین بیشتر مشاور سیاسی برهم صالح رئیس جمهور کنونی عراق و قبل از آن هم
مشاور سیاسی فؤاد معصوم رئیس جمهوری اسبق عراق بود. آقای علادین خیلی خوش آمدید به برنامه. ائتلاف همیشه تاکید می‌کرده که نیروهای ضد داعش هستند. اینکه الان میگن که اذعان میکنن که کمک میکنیم به دولت عراق برای مقابله با نیروهای تحت رهبری ایران که طرفدار ایران هستن، چقدر این اذعان مهمه و چقدر میتونه واقعا شرایط رو در عراق تغییر بده؟ سلام و ممنونم از دعوت شما. البته من چنین بیانیه‌هایی از طرف ائتلاف ندیدم که بیان علناً و در جلوی اذهان عمومی بگن که ما می‌خوایم که به دولت عراق چنین کمکی بکنیم. هدف اصلی اونها و مأموریت رسمی اونها این بوده که به داعش مقابله کنن. بنابراین نمی‌دونم که شما از قول کدوم مقام و مسئول این ائتلاف دارید این نقل قول رو می‌کنید. به بی بی سی فارسی فرمانده این ائتلاف گفتند، با خبرنگار ما مصاحبه کردند و ما این مصاحبه را الان پخش کردیم. Yeah, I'm afraid I did not hear all the report. بله، البته متاسفانه من همه این گزارش رو نمی‌شنیدم، اما چیزی که باید بگم که از سال 2014 که این ائتلاف بنابر دعوت دولت عراق در عراق بوده با دولت عراق همکاری میکرده برای اینکه با داعش مقابله کنه و این کاری است که ما تا اینجا داشتیم میکردیم. آقای علادین، مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق بعد از حملات راکتی اخیر وعده برخورد شدید داد با هر کسی که این کارها رو در ایران در عراق داره انجام میده. با شناختی که شما از آقای کاظمی دارین، چقدر فکر میکنه او واقعا وارد عمل بشه برای اینکه اقدامی بکنه علیه نیروهای تحت حمایت ایران؟ چیزی که قطعیه که او تحقیقاتش رو شروع کرده، در این باره تعدادی دستگیری انجام شده، تعدادی بازداشت شدن، از برخی از گروه‌های هستند که خواستار آزاد شدن این اعضای خودشون شدن. بنابراین این منجر شده که در یکی دو شب اخیر، در یک دو روز اخیر تنش‌ها بیشتر بشه و نخست وزیر فرستاده خودش رو هم به تهران فرستاده تا با دولت ایران صحبت کنه در این باره، درباره رفتار این گروه ها و اینکه اطمینان حاصل کنه که این وضعیت به افزایش تنش و پیچیده شدن بیشتر وضعیت نخواهد انجامید. بنابراین او مایل هست که اقدام بکنه، اما در این حال میخواد که از کانال دیپلماتیک هم استفاده کنه تا با این گروه ها مذاکره کنه تا نظم رو برقرار کنه و از افزایش تنش پیشگیری کنه. آقای علادین، ایران واقعا چقدر کنترل داره روی این گروه هایی که در عراق هستن و فعال هستن و چقدر این گروه ها میتونن به صورت خودسر عمل بکنن؟ It is difficult to say since the assassination. گفتنش سخته. از زمان کشته شدن قاسم سلیمانی کنترل ایران بر روی این گروه‌ها خیلی به اصطلاح شلتر، سست‌تر از گذشته بوده. گروه‌هایی هستن که شاید اصلا به ایران گوش ندن و ممکنه که بخوان که در خارج از حیطه کنترل ایران فعالیت کنن. گروه‌های دیگری هم هستن که خودشون رو وفادار به ایران میدونن، وفادار به ولایت فقیه میدونن و به صحبت‌های رهبر ایران گوش می‌کنن. بنابراین یک مخلوطی داریم از گروه‌های مختلفی که از یک گروه به گروه دیگر وضعیت فرق می‌کنه. گروه‌هایی هستن که میگن که دارن تحت رهبری نخست وزیر عراق حرکت می‌کنن و میگن که این وفاداری خودشون به نخست وزیر عراق حفظ کردن. بنابراین می‌بینید که گروه‌های مختلف هستند، بعضیا مدعی وفاداری به ایران هستند، اما همزمان ممکنه که ابراز وفاداری به دولت عراق هم بکنن. بنابراین واقعا یک خورده وضعیت پیچیده ای هست در ارتباط با این گروه ها. بعضی از اونها رو میشناسیم، بعضی اونها رو کمتر میشناسیم. اشاره کردید که خب مواضع مختلفی دارن این گروه ها و شکاف هایی هم بین این گروه ها هست و گزارش شده. این شکاف ها چقدر واقعا وضعیت رو پیچیده تر میکنه و چقدر ممکنه مسائل امنیتی رو برای عراق مشکل بکنه؟
It makes it very complicated because some قضیه رو خیلی دشوار میکنن چون بعضی از این گروه ها اصلا اعتقادی به کشور عراق به معنی ندارن، اعتقادی به حکومت و کشور یا ملت عراق ندارن، اونها به ایمان باور دارن، به مرزها معتقد نیستن و فرامرزی عمل میکنن. بعضی از اونها ممکنه که فرماندهیشون در سوریه باشه، حتی در فراتر از سوریه، بنابراین این قضیه رو پیچیده میکنه. اما از طرف دیگر بخش عمده پی ام اف یا همون هشت شعبی در چارچوب مرزهای عراق عمل میکنه و تا اینجا هم طوری برخورد کردن، طوری رفتار کردن که وضعیت کنونی حفظ بشه. اما اگر که قضیه بیخ پیدا کنه به اصطلاح، اگر که تنش‌ها بالاتر بره، اون وقت نمیدونیم که آیا شاید تغییری در این وضعیت خواهیم بود یا نه. در این لحظه کنونی دارن در چارچوب عمده اونها، دارن در چارچوب مرزهای حکومت عراق عمل میکنن. تا حدود 3 هفته دیگه دولت جدید آمریکا روی کار میاد. فکر میکنین این دولت جدید چقدر واقعا اهل مماشات باشه با این گروه هایی که تحت حمایت ایران هستن و در عراق فعالیت میکنن؟ I think the a lot of betting is going on. فکر میکنم که خب الان همه دارن گمانه زنی میکنن، شرط بندی میکنن به اصطلاح که چه اتفاقی خواهد افتاد و دولت جدید آمریکا چطور رفتار خواهد کرد. حتی خود دولت ایران هم، حکومت ایران هم مطمئن نیست و داره به اصطلاح فکر و خیال میکنه، گمانه زنی میکنه. و خب سعی کردن که 4 سالی صبر کنن که این دولت کنونی آمریکا کارش تموم بشه و بعد ببینن که آیا دولت بعدی میتونه یک شکلی از گفتگو و شاید کاهش تحریم ها رو با ایران خواهد داشته باشه یا نه. بنابراین این چیزی که خب هم دولت ایران منتظرشه و هم دیگران، اما بیشتر ناظران بر این باورند که دولت جدید در آمریکا حاشیه مانور خیلی محدودی خواهد داشت، مخصوصا در ابتدای کار به سختی میتونه که شرایط رو عوض کنه، مخصوصا با توجه به وضعیت داخلی پیچیده‌ای که در آمریکا هست. پرزیدنت بایدن از نظر داخلی خیلی تحت فشار خواهد بود با اون مسائل سیاست داخلی آمریکا که وقت زیادی شاید برای تخصیص دادن به مسائل خارجی نداشته باشه. ایران اولویت اصلی او نخواهد بود مگر اینکه یک سری تنش‌های خاصی در منطقه صورت بگیره، اتفاق بیفته. در غیر این صورت تمرکزش در ابتدای کارش روی سیاست داخل آمریکا خواهد بود و خیلی سیاست آمریکا در قبال ایران رو نخواهد تونست که در ابتدا تغییر بده. متشکرم از شما فرهاد علایالدین، رئیس شورای مشورتی عراق با ما. حمید احمدی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران و کارشناس مطالعات خاورمیانه از تهران با ما هستند. آقای احمدی، خیلی خوش آمدید به برنامه. در این مدت که تنش‌ها بالا بوده، حتی بعد از ترور آقای فخری‌زاده هم تهدیدهای زیادی رو شنیدیم از جانب ایران، اما آیا واقعا ایران عملی کرده به این تهدیدها و آیا ممکنه که در چند هفته آینده شاهد اقدامی باشیم از جانب ایران؟ با سلام به شما، فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی دست به چنین اقدامی بزنه، به خصوص به این که می‌دونه و اینکه کسانی هستن، نیروهایی هستن در منطقه، اونایی که با ایران مسئله دارن یا دشمن هستن، اونا میخوان چنین درگیری پیش بیاد و حتی برنامه‌ریزی میکنن. بنابراین ضمن اینکه حق خودشون میدونن که در مورد برخی از کارهایی که شده به اصطلاح تلافی جویی کنن، ولی فکر نمیکنم در این مرحله حساس که شما اشاره کردین ایران در پی اقدام نظامی باشه در منطقه. و به نظر من اینها از دو بُعد قابل بررسیه، یا اینکه واقعا امریکایی‌ها نگرانن که ممکنه ایران یا به گفته بعضی ها نیروهای وابسته به ایران در عراق اقدام نظامی انجام بدن و همونجور که مقامات آمریکا گفتن در اون صورت ممکنه اقدام کنن. خب اگه این باشه خیلی جای نگرانی نیست، چون ما میدونیم که از گفته های خود مقامات ایران و مقامات نظامی لزوماً چنین اقدامی در این مراحل حساس صورت نخواهد گرفت، عقلانی هم نیست و به نفع ایران هم نیست. ولی نگرانی از اینه که برنامه‌ریزی در جریان باشه که یا بخوان ایران رو به اصطلاح هول بدن به اون سمت، یا اصلا یک برنامه دیگری، یعنی گروه‌های نیابتی از طرف
نیروهای منطقه به خصوص عربستان سعودی یا امارات و در درجه سوم اسرائیل بخوان کاری انجام بدن که ایران رو وارد یک درگیری نظامی بکنن. و میدونیم که این خواسته قدیمی عربستان سعودی بوده و سالهاست رو این برنامه‌ریزی میکنه و تلاش میکنه. و من به نظر من تحلیل من اینه که برخی از این اقداماتی که صورت میگیره مثلا این حملات موشکی به منطقه سبز بغداد، من بعید میدونم که اینها به اصطلاح گروه های طرفدار به اصطلاح ایران باشن، چون ایران همیشه بر اون مفهوم صبر استراتژیک توی این مسائل مقطع حساس تاکید میکرده. این گروه ها بله آقای احمدی، در داخل ایران چطور؟ اشاره کردید که در خارج از ایران گروه هایی ممکنه باشن که خواهان افزایش تنش باشن. در داخل ایران آیا گروه هایی هستن که اونها هم بخوان موجب افزایش تنش بشن تا شاید نهایتاً بتونن جلوگیری بکنن از نزدیک شدن ایران و غرب؟ ببینید، من فکر نمی کنم، تحلیل من اینجوری نیست، برداشت من اینطوری نیست. به هر حال یک مسائل کلان هست که در سطح نظام جمهوری اسلامی مطرحه، که خب منافع نظام اقتضا میکنه که این نیروها، چه دولت چه نیروهای اپوزیسیون مخالفینشون، یعنی تندروها، و در جاهای مختلف روی این مسائل توافق دارن. و این از اون جمله مسائلی هست و دوره حساسی هست که من فکر نمی کنم نیروهای عملا داخل ایران چنین چیزی رو بخوان، گرچه ممکنه نیروهای باشن که در شعار بحثای تندی مطرح کنن با عنوان این که بحث به هر حال مطرح میشه، ولی توی عمل من فکر نمی کنم که نیروهایی باشن در داخل ایران در جناح تندرو که بخوان چنین مسئله ای رو، بخصوص تو این 20 روز و این دوره‌ای که دوره گذار هست از آقای ترامپ به بایدن. من فکر کنم یک اجماع به اصطلاح کامل وجود داره بین هم دولت و هم نیروهای اون طرف مخالفین دولت. دیگه این مسئله نیست که سر این بخوان بازی کنن، چون عاقبت خیلی خوبی نداره، یعنی نشون میده که عواقب خطرناکی ممکنه به دنبال داشته باشه که به نفع ایران نیست. اشاره کردید به این دوره گذار و پایان، نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ. این دوره که تموم بشه، فکر می‌کنید چه اتفاقی میفته برای گروه‌هایی که تحت حمایت ایران هستن و در عراق فعالیت می‌کنن، و کلاً نفوذ ایران در عراق فکر می‌کنید چقدر تغییر بکنه بعد از پایان این دوره؟ خب ببینید، این بستگی داره به دولت بایدن از یک طرف، و در ضمن اینم تاکید بکنیم که تنها امریکا نیست. دقت بکنیم ما تو این حداقل این 4 سال گذشته دیدیم که دولت امریکا تحت نفوذ بازیگران منطقی هست، به خصوص مخالفین ایران، عربستان سعودی در درجه اول و امارات عربی متحده، که اونا اسرائیل هم بر اساس اهداف خاص خودش که داخلیه در داخل اسرائیل هماهنگی میکنه، اینا هم هستن. در واقع این نیروها هم بازیگر هم ممکنه فعال بشن که بخوان رو دولت بایدن تاثیرگذاری کنن، و ما دیدیم از زمانی که دیگه قطعی شده براشون که بایدن میاد رو کار، عربستان داره موازنش رو تغییر میده، حتی دنبال اینه که قطر رو بکشونه با دوستی به خودش. ما میدونیم که اختلاف عربستان و قطر، میدونیم که سر یک برنامه‌ای بود که عربستان به حساب جمعی بود، قرار بود توافقی بشه و یک حمله نظامی به ایران صورت بگیره که بودجه این رو عربستان بده، امارات بده و قطر. قطری ها قبول نکردن و اون مسئله خونسا شد، برای همین بسیار عصبانی شدن تا امروز که بایدن میخواد بیاد، عربستان داره سیاستشو تغییر میده. بنابراین این ائتلاف عربستان و امارات و اسرائیل هم هستن که ممکنه روی بایدن کار کنن که در مورد عراق چه سیاستهایی در پیش بگیره. این تنها جمهوری اسلامی نیست، بازیگر منطقه. و حالا به نظر میاد که اگر که اون نیروها تحت کنترل باشن، خیلی مسئله‌ای نباشه برای امریکا، مگر اینکه بخوان اقداماتی انجام بدن که من فکر نمی‌کنم که اوغلایی باشه، که دنبال اقدامات به حساب رادیکال باشن که منافع ما رو به خطر بندازه، ایران رو. متشکرم از شما حمید احمدی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران با ما. مشخص نیست که ایران چقدر به گروه‌های همپیمانش در منطقه کمک مالی می‌کند. تنها در سال 2007 حزب الله لبنان اعلام کرد که بعد از جنگ این گروه با اسرائیل 300 میلیون دلار برای بازسازی لبنان
ایران خرج کرده، همان گروهی که رهبرش بعدها گفت که همه هزینه هایش را ایران تامین می کند. پارسال برایان هوک مسئول وقت امور ایران در وزارت خارجه آمریکا هم گفت که ایران 16 میلیارد دلار خرج شبه نظامیان متحدش در عراق و سوریه کرده. اما آنچه بار دیگر خبرساز شده گفته های اخیر یک مقام ارشد گروه فلسطینی حماس است. محمود زهار گفته که در زمان دولت محمود احمدی نژاد و با هماهنگی قاسم سلیمانی بیش از 20 میلیون دلار پول نقد را با چمدان از ایران خارج کردند. كان اللقاء الاول مع الشهيد قاسم سليماني بعد اول ملاقات من با شهید سلیمانی پس از تصدی پست وزارت خارجه در سال 2006 بود. پس از سفر به چند کشور به ایران رفتیم و در آنجا با وزیر امور خارجه ایران و تنی چند از مسئولان ایرانی دیدار کردیم. آخرین ملاقات من در ایران با آقای سلیمانی بود. دیدار من با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بسیار مثبت بود و ما مشکلات من را در این دیدار بیان کردیم که ایشان ما را نزد قاسم سلیمانی فرستاد. در دیدار با سلیمانی برای او بیان کردم که مشکل اصلی ما به دلیل محاصره اقتصادی پس از پیروزی در انتخابات پرداخت حقوق کارمندان دولت و کمک به مردم است. در آن ملاقات تصمیم فوری گرفته شد. روز بعد که برای بازگشت به فرودگاه رفتیم چند کیف که در آنها 22 میلیون دلار بود دیدیم. البته توافق ما با سلیمانی بیش از این مبلغ بود، اما ما 9 نفر بودیم و نمیتوانستیم بیش از 40 کیلو با خود حمل کنیم. دلار فی حقائب موجوده فی المطار. برداشت من از اولین دیدار با سلیمانی این بود که او را فردی راستگو و عملگرا دیدم که قادر به تحقق اهدافش است و مسئولیت‌های بزرگی را بر عهده دارد. اذن اول انطباعی کان عن هذا الرجل هو انه رجل صادق. فیلیپ اسمیت، پژوهشگر مؤسسه واشنگتن و دانش آموخته میلیتاریسم اسلامگرای شیعه از واشنگتن با ماست. آقای اسمیت که تمرکزش بر روی تحرکات گروه‌های متحد ایران و هلال شیعی در منطقه خاورمیانه است، کتابی هم داره با عنوان جهاد شیعی در سوریه و تاثیرات منطقه‌ای آن. خیلی خوش اومدید به برنامه آقای اسمیت. اول اگر میشه به ما بگید که با توجه به این خبرهایی که الان بهش اشاره کردیم، چه تصویر کلی داریم واقعا از میزان هزینه‌ای که ایران میکنه برای گسترش توان نظامی و امنیتیش در منطقه؟ Thank you for having me. ممنونم از دعوت شما. ایران خب نظارت و دنبال کردن فعالیت‌هاش خیلی دشواره، برای اینکه مسائل مالیش خیلی غیر شفاف هست. گروه‌های مالی، گروه‌های نظامی مختلفی هستند. بیش از 50 گروه در داخل عراق و منطقه در کنار حزب الله لبنان این گروه‌های نظامی هستند و بعد شما گروه‌های مثل انصار الله یا حوثی‌ها در یمن رو دارید که و شاید حدود یک رنج یک میلیارد دلاری یا چند صد میلیون دلاری مبلغی است که اونها خرج میکنند و یا خرج کردند در طول زمان که این گروه ها رو ازشون حمایت کنند. در کنار اونها، در کنار این مسئله، فقط بحث پولی که از ایران میاد نیست، بحث این هست که ایران این گروه ها رو در محل خودشون تعلیم داده تا بتونن که خودشون پول خودشون رو در بیارن، گاهی وقتا از طریق فعالیت‌های تبهکارانه، گاهی وقتا از طریق فعالیت‌های اقتصادی مشروع، گاهی وقتا از طریق وضع مالیات‌های جدید. بنابراین مسائل مختلفی هست و این تصویر کلی رو پیچیده می‌کنه. خب ایران در ازای این هزینه‌هایی که می‌کنه و این آموزش‌هایی که میده چه چیزی به دست میاره نهایتاً؟ ایران نفوذ خیلی پرارزش منطقه‌ای به دست میاره و فراتر از اون شاید افراد فراموش کنن که ایران در نهایت رهبریش یک رهبری ایدئولوژیکه. اونها میخوان که ترویج و تبلیغ کنن انقلاب خمینی و خامنه‌ای رو و ایدئولوژی انقلاب اسلامی رو، بنابراین اونها این رو دارن. غیر از اون گروه‌های حامی دارن که گاهی وقتا میتونن از اونها استفاده کنن. اگر بخوان فعالیت‌های نظامی بکنن میتونن اون فعالیت‌های نظامی رو به نیابت اون گروه‌ها، به کمک اون گروه‌ها انجام بدن. هم این نفوذ رو میتونن روی دولت‌های ملی در سطح منطقه اجرا کنن، هم روی گروه‌های دیگر مثل قضیه سوریه و دولت بشار اسد رو ببینین. ایران نزدیک به 20 گروه
نیابتی و مورد حمایت در داخل سوریه داره که ما قبلا حتی اسمشون هم نشنیده بودیم. بنابراین این پولی که خرج میکنن به اونها اجازه داده که نفوذ خودشون در خیلی از مناطق گسترش بدن و من نمیخوام که مردم فکر کنن که این فقط نفوذ در محدوده شیعه و مسلمان شیعه هست. ایران سعی میکنه که گروه های اسلامگرای سنی رو هم هدف قرار بده، حتی گروه های به اصطلاح چپ یا مارکسیستی مثل جبهه خلق آزادی فلسطین. بنابراین این گروه ها هم از نظر نظامی و هم از نظر سیاسی در نهایت به نفع ایران تموم میشه. این گروه ها با توجه به شناختی که شما دارین چقدر واقعا کمک های مالی ایران باعث این رابطه است؟ منظورم اینه که اگر کمک های مالی ایران قطع بشه چقدر این نزدیکی ایدئولوژیک میتونه کمک بکنه که رابطه شون رو با ایران کماکان حفظ بکنن؟ With a small amount of the organizations, yes. If we're در مورد برخی از این شماره اندکی از این گروه ها بله، مثلا حزب الله لبنان بله، هستی اصلی واقعا ایدئولوژیکه. کتاب حزب الله در عراق یک مثال دیگری از این هست، یا گروه بدر، سازمان بدر. اما در غیر از این موارد این پوله که در نهایت تعیین کننده است و تلاش بلند مدت اینها رو تضمین میکنه و ایران به این قضیه آگاهه و سعی میکنه که به اندک اندک اینها رو در مدار خودش بیاره و اونها رو به اصطلاح ایندوکترینه کنه، اونها رو از نظر ایدئولوژیک با خودش همسو کنه. اگه بعضی از این گروه ها رو ببینید میبینید که در ابتدا افرادی بودند که به عنوان مزدور یا افرادی که غیر سیاسی بودند اینها اجیر شده بودند، ولی بعد وارد حزب الله شدند و تبدیل شدند به یک عامل ایدئولوژیکی و اندیشه سیاسی اونها تغییر کرده و وارد رهبری حزب الله شدند. بنابراین خمینی خیلی مدت پیش فهمید که چطور میتونه از طریق ریختن کلی پول نقد به دامن این گروه ها اونها رو در مورد مختزی در حیطه خودش بیاره و از اونها استفاده کنه. ممنونم از شما فیلیپ اسمیت، دانش آموخته میلیتاریسم اسلامگرای شیعه از واشنگتن با ما. متشکرم. در ایران مدیر رصدخانه مهاجرت گفته که میل به مهاجرت در میان طبقه‌های مختلف اجتماعی به دلایل اقتصادی بیشتر شده. او گفته که پیش از این تحصیل کرده‌ها نخبگان هنری و ورزشی از ایران مهاجرت می‌کردند، اما حالا میل به مهاجرت در میان دهک‌های پایین اقتصادی به سرعت در حال رشد است. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. نامساعد بودن شرایط اقتصادی، نبود آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و نارضایتی عمومی. یکی از این عوامل به تنهایی کافی است تا انگیزه شود برای قدم گذاشتن در راه مهاجرت و جستجو برای یافتن زندگی بهتر. مدیر رصدخانه مهاجرت ایران میگوید یک موج مهاجرت توده‌ای در حال شکل گیری است. اقشار مختلف مردم در سودای زندگی و شرایط اقتصادی امن‌تر و باثبات‌تر در فکر خروج از کشور و سرازیر شدن به کشورهای همسایه هستند. میل به خروج و مهاجرت در طبقه‌های مختلف اقتصادی به سرعت در حال شیوع است. تابستان امسال اعلام شد که ایرانی‌ها بزرگترین خریداران خارجی ملک در ترکیه در نیمه اول سال 2020 بودند. بر اساس گزارش مرکز آمار ترکیه تا ماه گذشته میلادی ایرانی‌ها 6425 خانه در ترکیه خریدند. این آمار 40% بیشتر از آمار مدت مشابه در سال گذشته است. یکی از مهمترین دلایلی که ما میتونیم برای موضوع اقبال عمومی برای خرید ملک در ترکیه عنوان کنیم، عدم ثبات اقتصادی یا به عبارتی عدم امنیت اقتصادی هستش که ما در ایران با اون مواجه هستیم. به عبارتی دیگه هرچه ارزش پول ملی ما کاهش پیدا میکنه، توجه افراد به این موضوع بیشتر میشه و احساس امنیت کمتری میکنن. به همین دلیل میان به ترکیه و نسبت به خرید خونه اقدام میکنن. دلیل اون هم این هستش که به این ترتیب بتونن ارزش پول ملیشون رو، ارزش پولشون رو حداقل به دلار حفظ کنن. آنهایی که از وضعیت مالی بهتری برخوردارند در ترکیه سرمایه گذاری میکنند. در سالهای اخیر میل به فعالیت اقتصادی در کشورهای همسایه از جمله در ترکیه، کردستان عراق و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بیشتر شده.
سرمایه‌گذارهای اقتصادی رو داریم که وارد ترکیه میشن. مثلا چندی پیش ما شاهد ورود یک سری از سرمایه‌گذارها در بخش مواد غذایی بودیم، یا سرمایه‌گذارها در بخش مسکن هستیم که اینجا نسبت به ساخت هتل، نسبت به ساخت خونه اقدام میکنن و یعنی این سرمایه‌گذاری رو میکنن تا بتونن اینجا کارشون رو بر حسب دلار پیش ببرن، با درآمد دلاری پیش ببرن. آمار دقیقی از پناهجویان و مهاجران ایرانی در کشورهای دیگر در دست نیست. آنچه مشخص است این است که بی‌ثباتی نرخ ارز، تورم، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری موجب شده تا زندگی مردم ایران هر سال سخت‌تر از سال قبل شود. بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا هم به مشکلات اقتصادی پیشین افزوده. قربانی اصلی این وضعیت هم قشر آسیب پذیر است. من خودم یک کارگاه خوب داشتم، یک کارگاه تولید ظروف چوبی داشتم، ورشکست شدم. دیگه پول ندارم بدم چوب بخرم. چی کار کنم؟ من الان به عنوان یه انسان نمیتونم برم بیرون اعتراض کنم. چرا مهاجرت نکنم؟ چرا به مهاجرت فکر نکنم؟ اعتراض های گسترده سالهای اخیر به ویژه در دی ماه 96، مرداد 97 و آبان 98 نشان می دهد که مشکلات اقتصادی از مهمترین دغدغه های قشر بزرگی از جامعه است. جرقه همه این اعتراض ها ابتدا با دشواری های اقتصادی و معیشتی زده شد. فریادی برای غم نان. این فریادها نه تنها شنیده نشد، بلکه به شدت سرکوب هم شد. و حالا به نظر می رسد که بخش بزرگی از قشر آسیب پذیر ایران تنها راه نجات را در مهاجرت می بیند. فرین آسمی، BBC. سعید مویدفر، استاد پیشین جامعه شناسی دانشگاه تهران از همین شهر با مان. آقای مویدفر، خیلی خوش آمدید به برنامه. اول اگر میشه برامون توضیح بدید که این که میل به مهاجرت در اقشار مختلف جامعه الان در ایران دیده میشه و مهاجرت کلن بیشتر شده، چه تبعاتی برای کشور ایران داره؟ آقا با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. طبعا اگر مهاجرت به صورت یک پارامتر و یک به صورت پدیده طبیعی اتفاق بیفته، میتونه آثار خیر و پربرکتی هم در مبدأ هم در مقصد ایجاد بکنه، مبنی بر با این حساب که اساساً در این فرایند مهاجرت که یک امری جهانی و همیشگی و در همه تاریخ بوده، فرصت‌های مثلا مبادله میان مبدأ و مقصد وجود داشته باشه. خب به تدریج هرچه که فرصت‌های مقصد مهاجرت بیشتر از مبدأ بشه و به عبارتی جاذبه های مقصد بیشتر از دافعه های مبدأ باشه، بنابراین میتونه پیامدهای منفی رو هم برای مقصد ایجاد بکنه هم برای مبدأ ایجاد کنه. و هرچه که این فاصله و شکاف عمیق میان مبدأ و مقصد بیشتر باشه، طیف مهاجران و نوع مهاجرت اساساً باعث زیانها و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای هم مبدأ هم مقصد میشه. بنابراین این پیامدها، مثلا شما الان ملاحظه میکنید وقتی که در یه جای جنگ اتفاق میفته و سیل عظیم مهاجران یا پناهندگان به کشور دیگه سرازیر میشن، در کشورهای مقصد هم چه مصیبت ها ایجاد میکنه. تا در حالی که مثلا فرض کنید اگر مهاجرت به یه شکل برنامه‌ریزی شده و هدفمند بشه، مثل کسایی که داره تحصیلات دارن و موقعیت هایی دارن و میخواین موقعیت رو بهتر بکنن، خب مسلما اینا وقتی که مهاجرت میکنن به مقصد، در اونجا موجب توسعه و نهایتا ارتباطشون با مبدأ هم حفظ میشه و حتی موجب تحولاتی در مبدأ میشه. اشاره کردید به مواردی که خوب و حتی بده برای کشور مبدأ و مقصد. اگر بخوایم به خود فرد مهاجر نگاه بکنیم، خیلی الان به نقطه‌ای رسیدن که فقط میخوان برن، مهم نیست که کجا برن و در چه شرایطی خواهند بود، ولی فقط تصمیم میگیرن که برن. این خطرش برای فرد مهاجر چه هست و چه چیزی ممکنه که اونها رو تهدید بکنه؟ ببینید، خب طبعا اگر چون ما چند تا عامل رو در مهاجرت داریم، یکی شرط مبدأ هست، شرط مقصد هست و در واقع عوامل فیما بین، قطعا در واقع اگر محاسبات درست انجام بشه، فردی که مهاجرت میکنه به از یه منطقه به یه منطقه دیگه،
خب این کمترین پیامدها رو برای خود اون فرد داره. ولی وقتی که در واقع مبدأ اونقدر عوامل رانشی و دافعه درش زیاد میشه، بحرانهای اقتصادی، بحرانهای ناایمنی، بحرانهای اجتماعی فرهنگی و مسائل عدیده متعدد به وجود میاد، در اینجا ما کم کم عنصر برنامه ریزی رو در یا هدفمندی رو در مهاجرت از دست میدیم. یعنی به عبارتی کسانی که در مبدأ هستن میخوان که به هر شکلی شده، چون به حالت استیصال رسیدن، مبدأ رو ترک بکنن و اصلا خیلی هم مهم نیست کجا میخوان برن و چه جوری میخوان برن، با چه منابعی میخوان برن، با چه امکاناتی میخوان برن. بنابراین دست به هر نوع خطری میزنن و نهایتا مثل همون اتفاقاتی که دیدیم در چند وقت اخیر یا توی مدیترانه یا جای دیگه، دائما در واقع مهاجرانی که درگیر در واقع دریا میشن، غرق میشن، از بین میرن، یا مثلا پناهندگانی که اساسا میرن و در پناهگاه ها دچار مصیبت ها و مشکلاتی میشن که حتی دست به خودکشی میزنن و در واقع از کرده خودشون پشیمان میشن. متاسفانه اینها همه ناشی از شرایط بسیار بد مبدأ که در واقع افراد رو علارغم همه در واقع شرایط مثبتی که ممکن بود در مبدأ داشته باشن به حالت استیصال میرسونه و اینها رو میکنه به هر شکلی و دچار مصیبت ها و مشکلات فراوانی اونها رو رها میکنه در جهان خارج از اون منطقه‌ای که درش بوده. متشکرم از شما سعید مویدفر، استاد پیشین جامعه شناسی دانشگاه تهران با ما. با ادامه آلودگی هوای نقاط مختلف ایران در فصل سرما، بحث استفاده نیروگاه ها از سوخت سمی و خطرناک مازوت قوت گرفته. مسئولان در تهران و اصفهان اطمینان می دهند که مازوتی در این شهرها مصرف نشده، هرچند نشانه ها و گفته های دیگر مسئولان ظاهرا خلاف این را نشان می دهد. به هر حال در بعضی از نیروگاه های ایران مصرف مازوت مجاز است و در این موقع سال به یک بحران محیط زیستی و سلامت عمومی در ایران دامن می زند. جزئیات بیشتر در گزارشی از سیاوش اردلان. این هوای تهران تا اواخر هفته پیش بود، اما ببینید دوباره هوای پایتخت به چه روزی افتاده. دلایلش را همه می دانند، می سوزند و می سازند. ولی اگر دلیلش سوخت مایع یا همان مازوت باشد، سوخت و سوز خطر مرگ دارد. از سال 92 به هیچ عنوان یک قطره سوخت مایع در این نیروگاه مصرف نشده. مدیر عامل نیروگاه بعثت در شرق تهران اطمینان می دهد مازوتی در کار نیست، اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید اتفاقا در شرق تهران مازوت سوزانده می شود و در غرب تهران است که مازوتی سوزانده نمی شود. اینجا نیروگاه 2000 مگاواتی شهید رجایی، اما آن سوتر از غرب تهران و نرسیده به قزوین، این وضعیت نیروگاه شهید رجایی است. و این تأثیر یک نیروگاه برق است. مازوت از آلوده ترین و خطرناک ترین مشتقات نفت است. منازل مسکونی و ایران جز معدود کشورهای دنیاست که مازوت را به این شکل تولید و استفاده می کند. اولویت اولمون تأمین گاز خانوار هاست و تمام تلاشمون این هستش که اتفاقی برای مصرف در بخش خانوار نیفته. پوشش گازرسانی در ایران گسترده است، اما روی دیگر این سکه افت فشار گاز و جبران کمبود آن در فصل سرما با سوخت مازوت است. ما در بخش نیروگاه ها به طور معمول وقتی که گاز کم میشه از گازگیر یا مازوت استفاده میکنن، در بخش سیمان همینطور، در بخش صنایع دیگه به همین شکل. الان خود همین مازوت هم پر سر صدا شده این روزها. بله خوب، حالا البته هنوز میگم حالا خیلی آنچنان مصرف زیادی از مازوت نیست، حالا بیشتر فضایی است که ایجاد شد. شاید به زعم مدیر عامل شرکت گاز نگرانی از مصرف مازوت فضا سازی باشد، اما میزان این مصرف هرگز به صورت آمار واقعی اعلام نشده. شرایط انباشت آلاینده ها در شهر اصفهان و شهرهای منطقه مرکزی استمرار دارد. اتفاقی که میگوید در آلودگی هوای غیر قابل تحمل اصفهان هم نقش داشته. مصرف مازوت ممنوع در هر یک از صنایعی که احتمال داشت مصرف بکنن، یعنی نیروگاه ها محیط زیست قرار شد نظارت لازم رو بکنیم. در مجاورت بویلر واحد یک نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان هستیم. اما تلویزیون ایران برای کاهش نگرانی و اطمینان دادن به مردم دوربین ها را به داخل نیروگاه اصفهان برد. همینطور که مشاهده می کنید والو های مازوت مشعل های بویلر تماما پلمب هستند و امکان استفاده از مازوت
نیست. در نیروگاه شهید محمد منتظری هستیم. نیروگاه شهید منتظری اصفهان سال هاست که با مقاومت سازمان محیط زیست و حمایت قضایی مجاز به استفاده از سوخت مازوت نیست. بعضی از جاها مثل اصفهان رو ما شدیداً مقاومت کردیم، قوه قضایی در اصفهان هم با ما همراهی کرد و ما اجازه ندادیم که نیروگاه ها مازوت رو بسوزونند. اگر در خصوص اصفهان و تهران نتوان به قطعیت گفت آیا نیروگاه‌هایشان از سوخت مازوت استفاده می‌کنند یا نه، در دیگر نقاط ایران شک و شبهه وجود ندارد. مثل این تصاویر نگران کننده از مصرف مازوت در نیروگاه نکا که باعث باران‌های اسیدی تا سرحد میانکاله و آسیب به کشاورزی منطقه شده، یا نیروگاه رامین در اهواز و نیروگاه شهید مفتح که وقتی از مازوت استفاده می‌کند آسمان همدان تا ساوه را مملو از گوگرد می‌کند. ولی هیچ جا اوضاع به وخامت استان مرکزی نیست، جایی که نیروگاه شازند واقع شده. نمایندگان استان مرکزی همواره درباره این نیروگاه تذکر دادند. در طی روزهای اخیر نیروگاه شازند از سوخت مازوت استفاده کرده و این گلایه جدی رو ما از مسئولان دولتی، از شخص آقای رئیس جمهور با اینکه بخش زیادی از برق ایران توسط نیروگاه شازند تامین می شود، در فصل سرما گاز این نیروگاه مدام قطع می شود و این باعث شده مصرف مازوت در این نیروگاه تا 6 برابر حد مجاز باشد، به قرار روزی 6 میلیون لیتر، و نتیجهش نه فقط یک بحران محیط زیستی بلکه یک بحران کمتر پرداخته شده سلامت در این منطقه است. به ویژه در روستای کزاز که از فرط سرطان و بیماری‌های قلبی و تنفسی بوی مرگ می‌دهد. مازوتی که روستاییان کزاز و دیگر نقاط ایران تنفس می‌کنند، حتی برای مخزن سوخت کشتی‌ها هم غیر مجاز تشخیص داده شده و از این رو مشتری مازوت ایران کمتر شده. تحریم‌های آمریکا هم فروختن مازوت را به کشورهایی که بتوانند آن را پالایش کنند دشوار کرده. یعنی انبارهای ذخیره مازوت پر شده. ما صادرات که نداریم مازوت رو به عبارتی، بنابر این یه جوری باید خودو مصرف کنیم. پر شده، انبارهای خیلی از جای دیگه هم پر شده. نهایتاً باید این به نوعی مصرف بشه و این والا کار پالایشگاه تماما دچار اختلال میشه. این حرف رسما تکذیب شده، چرا که مسئولان گفتن اگر مازوت روی دست ما مانده بود باید در تابستان هم مصرف میکردیم که نکردیم. میتونه مشکلات زیادی رو برای سلامت مردم ایجاد کنه. اما چه امیدی به حل مسئله مازوت در ایران وجود دارد؟ وعده های نه چندان امید بخش. با پژوهشگاه نفت و پژوهشگاه نیرو توافق نامه بستیم، شرکت های مهندسین مشاور و شرکت های دانش بنیانی رو شناسایی کردیم که اینها می توانن مازوت رو تبدیل بکنن به سوخت های مفیدتر. شاید، ولی تا وقتی ایران نتواند مازوت، این ماده سمی خطرناک را از سبد سوختی خود و گوگردش را از هوای کشور پاک کند، باید بعداً هزینه های بیشتری را چه در طبیعت و چه برای سلامت مردم بپردازد. سیاوش اردلان، بی بی سی. دولت ایران اجرای قانون کاهش تعهدات هسته‌ای را به بعد از تأمین مالی آن و فراهم شدن امکانات فنی موکول کرد. ماه گذشته مجلس با تصویب این قانون از دولت خواسته بود که غنی‌سازی اورانیوم را فوراً افزایش دهد و ظرف 2 ماه اگر تحریم‌های آمریکا لغو نشد، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محدود کند. کسری ناجی در گزارشش می‌گوید طرف‌های مقابل ایران در توافق هسته‌ای از اقدام امروز دولت استقبال خواهند کرد. مرگ بر اسرائیل. یک ماه پیش در مجلس تندروها با فریادهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا طرحی را تصویب کردند که از دولت می‌خواست فوراً فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را به شدت افزایش دهد، طرحی که روز بعد به قانون تبدیل شد. بازی یک طرفه پایان پیدا کرده. هدف قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران ظاهراً فشار بر آمریکا و قدرت‌های اروپایی بود برای برداشتن تحریم‌ها. اما این قانون در عمل هر نوع مذاکره و راه حل سیاسی را برای پایان دادن به تحریم‌ها به مراتب دشوارتر می‌کند. هیچ عجله نکنیم، برای اینکه مسئله رو می‌خوایم حل هول نشیم. حالا یک ماه بعد دولت آیین‌نامه اجرایی آن قانون را اعلام کرده. آیین‌نامه‌ای که اجرای آن را به بعد موکول می‌کند. به وقتی که منابع مالی آن تأمین شود و امکانات فنی آن در دست باشد.
آیین‌نامه‌ای که تندروها را در مجلس خشمگین خواهد کرد. قانون راهبردی برای لغو تحریم‌ها از سازمان انرژی اتمی خواسته که بلافاصله غنی‌سازی 20% را آغاز کند و ظرف 2 ماه آینده اگر تحریم‌ها برداشته نشود به همکاری‌های فوق‌العاده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خاتمه بدهد و سانتریفیوژهای پیشرفته را وارد چرخ غنی‌سازی کند. خواسته‌هایی که ایران را در جهان بیش از پیش منزوی می‌کند. خب پولش کجاست؟ از کجا باید بیاد؟ اگر بحثشون اینه که منابع داخلی، خب اینها یا نمیدونن منابع داخلی ما چقدره یا نمیدونن ارزش هر سانتریفیوژ IR6 چقدره، توجه میکنید؟ و لذا این خب یه نقصه در قانون. حالا نمیدونم چجوری میخوان برطرف بکنن. به هر حال ما که نمیتونیم بریم به مجلس بگیم پول بده، ما باید بریم به دولت بگیم پول بده، سازمان برنامه بودجه بگیم پول بده. سازمان برنامه بودجه میگه من در سال 99 اصلا منابعی برای این کارهای فوق‌العاده ندیدم. همین امروز سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرده بود که ایران مصوبه مجلس را اجرا می‌کند. سخنانی ظاهرا خطاب به طرف‌های مقابل ایران در توافق هسته‌ای و همچنین آمریکا. به نظر می‌رسد که دولت ایران به قدرت‌های جهانی طرف‌های مقابل ایران در توافق هسته‌ای می‌گوید قانون مجلس را اجرا خواهد کرد. اما به داخلی ها میگوید شاید بعدن. کسری نجی، BBC. در سال 2020 دنیای علم و فناوری هم از شیوع ویروس کرونا در امان نبود. حتی جزئیات ماموریت‌های فضایی به خاطر محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا تغییر کرد. اما دانشمندان با تمام توان تلاش کردند تا تحقیقاتشان را پیش ببرند. نعیمه نامجو نگاهی کرده به دستاوردهای علمی یک سال گذشته که مهمترینشان تولید واکسن کرونا است. سال 2020 همه حرف از کرونا می زدند، اما وقایعی هم بود که ابر کرونا رو کنار زد و توجه ها رو جلب کرد. مأموریت اولین فضاپیمای بخش خصوصی متعلق به شرکت اسپیس اکس به ایستگاه بین المللی فضایی اتفاق بسیار مهمی بود. ناسا 2 فضانورد با سابقه رو برای این سفر انتخاب کرده بود. فضانوردان 19 ساعت در راه بودند تا به خانه فضایی بشر برسند. آغاز و پایان مأموریت این 2 فضانورد رو از همین استودیو براتون گزارش کردم. با وجود سابقه طولانی آمریکا در مأموریت‌های فضایی، از زمان بازنشسته شدن شاتل‌ها، آمریکا برای فرستادن فضانوردانش به ایستگاه فضایی به سایوزهای روسیه وابسته بود. اما حالا ناسا به سمتی میره که سفرها رو به بخش خصوصی بسپاره و روی برنامه‌های مهمتری متمرکز بشه. ناسا میگه ما به شما پول میدیم و شما هم سفرهای فضایی رو برای ما فراهم کنید. به این ترتیب ناسا این امکان رو پیدا میکنه که از منابعش برای کارهای دیگه استفاده کنه و اینجاست که میتونیم به پروژه‌های بزرگتری فکر کنیم. به جای اینکه تمام امکانات و وقت و منابع رو صرف چیزی کنیم که بارها انجام دادیم. اینطوری میتونیم به فراتر از اینها نگاه کنیم و دورتر بریم و البته که هدف نهایی باید مریخ باشه. 2020 سالی بود که بزرگترین چالش ها رو پیش روی دانشمندان گذاشت. اولویتشون مقابله با همه‌گیری بود که جهان را فرا گرفت. متخصصان و دانشمندان هرچه در توان داشتند برای یافتن راهی برای مهار و کنترل این بحران به کار گرفتند. انگار ناخواسته در مسابقه شرکت داشتند که رقیبشون دشمنی کشنده بود. از اولین گزارش‌ها درباره ابتلا به کووید 19 در چین، تلاش دانشمندان برای شناسایی این ویروس آغاز شد. سوالات بیشمار بود. چه کسانی بیشتر در خطر ابتلا به این ویروس هستند و چرا بعضی نشانه‌ای از ابتلا ندارند؟ اما بزرگترین دستاورد 2020 تولید واکسن بود. کاری که قبلاً سال‌ها طول می‌کشید، این بار تنها در عرض چند ماه انجام شد. بدون تلاش بی‌وقفه دانشمندان و محققان نمیتونیم امیدی به پایان این همه‌گیری داشته باشیم. از تحقیقات درباره واکسن تا اختراعات و ابتکاراتی که در ابعادی محدودتر کاربرد دارند،
این دستگاهیه که شبها در فرودگاه هیترو لندن به کار میفته و فرودگاه رو ضد عفونی میکنه. یا مثلا اینجا در کلیسای جامع فلورانس در ایتالیا از بازدید کننده ها خواسته شده این سنسورها رو همراه داشته باشند. سنسورهایی برای یادآوری فاصله گذاری اجتماعی که در صورت نزدیک شدن به فردی دیگه هشدار میده. اما امسال تمام نگاه ها به زمین نبود. ستاره منظومه شمسی هم در خبرها درخشید. این نمایی نزدیک از خورشید، تصاویری که جزئیاتی رو به ما نشون میدن که پیش از این ندیده بودیم. وقتی که به این تصاویر از خورشید نگاه میکنیم، انفجارهایی رو میبینیم که در تمام سطح خورشید رخ میده که انتظار دیدنش رو نداشتیم. شگفتی این ماموریت در همینه، کشفیات جدید و دیدن خورشید به شکلی که نمیتونستیم تصور کنیم. نتیجه همکاری سازمان فضایی اروپا و ناسا. گرچه همه گیری کرونا تغییراتی در روند ماموریت ایجاد کرد، اما در نهایت این تصاویر از فورانهای سطح خورشید ثبت شد. اما این مدارگرد قراره در ادامه ماموریتش باز هم به خورشید نزدیکتر بشه و تصاویر دقیق تری از تنها ستاره منظومه شمسی تهیه کنه. اما همه‌گیری کرونا باعث شد تا بعضی به فکر انجام کاری بیشتر از در خونه ماندن بیفتند. پروژه‌ای به نام فولدینگ اتم با استفاده از ظرفیت پردازش کامپیوترهای شخصی از ظرفیت بزرگترین سوپر کامپیوترهای جهان هم گذشت. در آوریل قدرت پردازش فولدینگ اتم به 2.4 اگزافلاپ رسید. برای خودم هم سخته که ازش سر در بیارم. فقط میتونم بگم ظرفیت ما حدود 10 برابر سریع ترین کامپیوترهای جهانه و این ظرفیت بسیار بالاییه. فولدینگ اتم 20 سال پیش با هدف پژوهش در زمینه بیولوژی و زیست شیمی آغاز شده بود. اما مطمئناً اقبال به پروژه های اینچنینی در سال 2021 هم ادامه خواهد داشت. تا پایان همگیری کرونا همچنان راه درازی مونده و تلاش پژوهشگران و محققان در این زمینه ادامه داره. اما همینطور که امسال هم دیدیم، با وجود تمام مشکلاتی که همگیری کرونا ایجاد کرده، پژوهش ها در اعماق آسمان و عمق زمین ادامه پیدا کرد. به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو از طریق وبسایت BBC فارسی و یوتیوب ما تماشا بکنید. شبتون خوش و خودتون خوب باشید.